مادرم فوت کرده در خانه، من خرج خانه را خود میکشم. مستند هفته، کارگران کوچک در جاده های پایتخت. کودکی در افغانستان سخت و دشوار است. کشوری که از نظر فقر اقتصادی در رده پایین قرار دارد. روایت مردمان این سرزمین بسیار تلخ است، اما تلختر از آن روایت کودکانی است که با چالش ها و دشواری های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند. این کودکان در مواجهه با سختی ها کارهای شاقه را انجام می دهند و از دیدگاه بسیاری این کودکان کارگر در افغانستان قربانیان فقر اند. گسترش فقر، گرسنگی و بیکاری باعث شده تا برخی از خانواده ها از روی ناچاری کودکانشان را در جاده ها برای کار بفرستند. نگاه به جاده های افغانستان تصویر ناخوشایندی از وضعیت کودکان کارگر می دهد. تصویری با وجود کودکانی که همگی در حال رفتن به مکتب یا بازی بودند می توانست زیباتر باشد. اما این کودکان کار افغانستان امروز و نانآوران و کوچک خانواده های خود شده اند تا نان بر سر دسترخوان خانواده های خود بیاورند. بیشتر کودکان کارگر در افغانستان به مکتب نمی روند، زیرا زنده ماندن را با باسواد ماندن ترجیح دادند. برخی دیگر نیست که هم به مکتب می روند و هم کار می کنند، دیگر زمان برای کودکی کردن ندارند و از شیرین ترین دوران زندگی خود یعنی کودکی محروم شدند. در دل شهرهای افغانستان روایت‌های فراموش شده وجود دارد و از زندگی کودکانی سخن می‌زند که به دلیل شرایط سخت اقتصادی به کار مشغول هستند. کاکا تخم می‌خری؟ یکی از این روایت‌ها قصه فاطمه دختر 9 ساله است که روزهایش را با فروش تخم مرغ می‌گذراند. فاطمه دختر 9 ساله که با سختی های زندگی آشناست، پس از فوت مادرش مسئولیت های زیادی بر دوش دارد. پدر او تصمیم به ازدواج مجدد گرفته و این موضوع بر زندگی فاطمه تاثیر منفی گذاشته است. به خانه ما 8 نفر. خب، به خانه تان پدرت کار میکنه؟ نه. مادرم فوت کرده، در خانه ما خرج خانه را خود میکشم. خب، در خانه چند فامیل هستی؟ در فامیل تان چند تعداد است؟ یک. 8 داده است. 8 نفر هستین؟ خب باز درس نمیخوانی؟ نه درس نمیخوانم. درس نمیخوانی؟ تمام خرچ خانم در سر تو است؟ چند کار میکنی؟ روز 100 900 کار میکنم. او هر روز مسافت های طولانی را طی میکند تا تخم مرغ ها را به اینجا بیاورد و از این طریق درآمد برای خانواده اش کسب کند. زندگی فاطمه پر از چالش ها و مشکلات است. او در سن کم باید با دنیای بزرگتر از خود مواجه شود. دسترسی نداشتن با آموزش و فرصت های بهتر آینده اش را در حاله از ابهام قرار داده است. فاطمه نه تنها با فشارهای اقتصادی روبروست، بلکه با مشکلات اجتماعی نیز دست و گریبان است. وای روایت دردناک فاطمه تنها یکی از هزاران روایت مشابه در افغانستان است. روایت دردناک فاطمه تنها یکی از هزاران روایت مشابه در افغانستان است. در کنار فاطمه، نادیه دختر دیگری است که در همین بازار بولانی فروشی می کند.
نادیا می گوید که برای کمک به خانوادهش به اینجا می آید و تلاش می کند تا مقدار پول به خانواده ببرد. پدرم بیکار بیادر مدرسه میرم مکتب نید. مکتب نرفته. می پدرم بیکار یک تا بیادرک دارم از خود میکرد خورده. روز پینجا افتا سر. در گوشه دیگر از شهر، سبحان کودک 8 ساله و گلفروش است که هر روز در خیابان‌های شهر به دنبال فروش گل‌هایش می‌گردد. او با تلاش فراوان در روز حدود 50 افغانی درآمد دارد. این مبلغ اندک تنها بخشی از نیازهای خانواده‌اش را تامین می‌کند و برایش کافی نیست. سبحان به دلیل نادوری نتوانسته به مکتب برود و از آموزش محروم مانده است. او آرزو دارد روزی بتواند به مکتب رفته و تحصیل کند تا در آینده زندگی بهتری داشته باشد. اما اوضاع دشوار زندگی او را مجبور کرده است تا به جای درس خواندن در خیابان‌ها کار کند. سبحان در کنار کار به یادگیری از طریق مشاهده و تعامل با دیگران ادامه می دهد. او با امید و روی نام چیست؟ نام سبحان. خانه تان کجاست؟ ولایت. پیش ولایت؟ پیش ولایت. چه کار میکنی اینجا؟ گل فروشی میکنی. گل فروشی میکنی؟ در خانه پدر کار میکنه؟ نه مادرم کار میکنه. نمیکنه کار؟ نه. تو چند هستی؟ مکتب نمیرم. مکتب نمیری؟ تو چند بجه اینجا کار میکنی؟ تا طرفای خفتن. تا شام ها کار میکنی باز میری خانه؟ میخوایی درس بکنی؟ ها. او با امید و رویای آینده بهتر هر روز با گلهایش به خیابان می آید و در دلش آرزو می کند که روزی بتواند به مکتب برود و به یک فرد موفق تبدیل شود. مستند هفته، کارگران کوچک در جاده های پایتخت. این روایت نشان دهنده واقعیت های تلخی است که بسیاری از کودکان افغان با آن روبرو هستند. سبحان نه تنها نماینده خود بلکه صدای هزاران کودک دیگر است که آرزوهای بزرگ دارند ولی به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی به سختی زندگی می کنند. نجیب پسر 7 و یا 8 ساله دیگری است که در خیابانهای شهر کار می کند. او هر روز صبح زود از خواب بیدار می شود و به جمع‌آوری بوتلها و پلاستیکهای دور ریخته شده می پردازد. با هر بوتلی که پیدا می کند، این امید را در دلش حس می کند که شاید بتواند به خانوادهش کمک کند. نجیب روزانه بین 30 تا 50 افغانی به دست می آورد. این پول برای او بسیار ارزشمند است، اما به اندازه نیست که بتواند زندگیش را تغییر دهد. پدرش به دلیل بیکاری در خانه است و همین فشار مالی بر دوش نجیب سنگینی می کند. نجیب اکنون هیچ آرزویی ندارد. او هر روز به سختی کار می کند و تمام تمرکزش بر روی تامین نیازهای خانوادهش است. پدرم کراچوان است و بازار پوش کراچوان می کند. در خانه 10 نفر هستیم. ما جمعیم صبحی 5 بجه اینجا کار می کند. ما مکتب می رویم سنفسی است. هیچ آرزو ندارم. ساعت طولانی کار کردن او را خسته کرده و فرصتی برای فکر کردن با آینده یا رویا پردوزی برایش باقی نمی گذارد. قصه نجیب نمایانگر واقعیت تلخی است که بسیاری از کودکان افغان با آن مواجهند. او نه تنها به دنبال زنده ماندن است بلکه نشان دهنده چالش هایی است که کودکان در شرایط سخت با آن روبرو هستند. گل‌آقا پسر نوجوان با سن حدود 13 یا 14 ساله در خیابان‌ها با لباس‌های کهنه و کفش‌های فرسوده دیده می‌شود. او با سختی نفس می‌کشد و با صدای آرام می‌گوید من مجبورم کار کنم چون پدرم وضعیت روانی خوبی ندارد و نمی‌تواند به ما کمک کند.
هر روز او در هوای سرد و گرم به خیابان ها می رود و به جمع‌آوری زباله ها و فروش های آن می پردازد. این کار برای او نه تنها یک منبع درآمد، بلکه یک راه برای احساس مسئولیت در قبال خانواده اش است. دو بچه می آیم و شام کار می کنم. گواری می برم اینجا هفته از صد روپانش. بوتل جمع می کنم و پیسه می برم خانه. در سرای ترمیمگاه موتر، پسر جوان به نام سید علی سینا در کنار پدرش کار می کند. هر روز صبح زود قبل از طلوع آفتاب به محل کار می آید. او با اشتیاق و انرژی برنگ کردن موترها می پردازد و با دقت ابزارهای لازم را آماده می کند. پدرش با او می آموزد که چگونه رنگها را به درستی مخلوط کند و تکنیک های حرفه‌ای رنگ‌آموزی را یاد بگیرد. سید علی سینا میگوید من هر روز صبح اینجا میایم و بعد از ساعت 11 به مکتب میروم و میخوام که درس بخونم و همینجا مدت 2.5 سال مشا کار میکنم و به خاطر کار میکنم که پدرم از عهده خانه برآمده نمیتونه و میخوام که من با پدرم همینجا کار کنم تا از عهده مصارف خانه برای و می خواهیم در آنده یک انجینیر ساختمانی شویم که تا کشور ما آباد شویم. در کنار علی سینا پسر دیگر به نام مصطفی شاگرد مستری است. او می گوید 1.5 سال است در این سرای ترمیمگاه موتر کار می کند و نانآور خانه ندارد. وی مجبور است اینجا آمده با مسئولیتی که استادش برایش می سپارد را انجام دهد. او با دستهای کوچکی که دارد این مسئولیت را انجام می دهد. سیم یکنم سال کار میکنم در خانه کس نیز نانوار باشم مکتب نمیرم. سمیرا دختر کوچک و شاداب با مادرش در یک کراچی کار میکند. هر روز صبح او با چشمان محزون و نگاهی پر از مسئولیت در کنار مادرش مشغول به کار میشود. سمیرا میداند که خانوادهش برای تامین نیازهای روزمره ایشان به کمک او احتیاج دارند. وای با صدای آرام و دلگیر میگوید پدرم در شهر کار شاق دارد، اما با وجود سختی ها هنوز نمیتواند تمام مصارف ما را تامین کند. به همین دلیل من و مادرم هر روز اینجا کار میکنیم. زکیولا در گوشه از شهر در کنار پدرش مشغول شستن موترهاست. آفتاب بر سرشان میتابد. او با دقت و حوصله موترها را تمیز میکند و هر بار که کارش تمام میشود لبخندی روی لبانش مینشیند. این پسر میگوید بعد از اینکه کارش تمام میشود به مکتب میرود. او در مکتب دوم نمره صنف خودش است. او با شوق خاصی درباره درس‌هایش صحبت می‌کند. هرچند که کار در کارگاه او را خسته می‌کند، کار کردن در کنار پدرش برایش فرصتی است تا از او یاد بگیرد و همچنان به خانواده‌اش کمک کند. او می‌داند که سختی‌ها بخشی از زندگی‌اند و با هر قطره عرقی که بر زمین می‌ریزد، با آرزویش نزدیک‌تر می‌شود. مترجم می‌کنم. از صبحی من تا شام. از دولت میخواییم که مکتب بخونیم، درس بخونیم و از احتیاجی و محتاجی برایم درس بخونیم. مستند هفته، کارگران کوچک در جاده های پایتخت. این کودکان با وجود سختی‌ها و چالش‌ها همچنان با امید آینده روشن زندگی می‌کنند و خواسته‌های آنان را از دولت به عنوان حامی آینده‌شان بیان می‌کنند.
آنها میگوید که از دولت میخواهند با آنان کمک کند. ما با تحصیل و امکانات بهتر نیاز دارند تا بتوانند و رویاهایشان را دنبال کنند. پسر در کنار سرک نشسته، چشمانش به دور دست ها خیره شده و افکارش را به دنیای بیرون گریز زده. نه به سردی هوا توجهی داشت و نه به گرما. تمام تمرکزش روی یک چیز بود، چطور بتواند شکم خود را سیر کند. او در دنیای پر از بی‌توجهی و مشغوله های روزمره به تنهایی نشسته است. اینجا کراچون میکنم، سر را تکار میکنم، میرم خانه. آج بدنم ده وجه شو میرم. در خانه در طرح اگه شد میره در کار میکنم، اگه نشد میای خانه. شماری از تحلیلگران اقتصادی میگوید که به دلیل فقر خانواده ها مجبور شدند که کودکان خود را به جاده ها بفرستند تا نان به خانواده هایشان به دست بیاورند. متاسفانه که 62 میلیون کودک در قاره آسیا مصروف کارهای شاق هستند. افغانستان هم متاسفانه که از جمله کشورهایی است که کودکان بیشتر به خاطر مشکلات اقتصادی دست به کارهای شاق میزنند. تعداد زیاد از کودکان امروز در افغانستان به عوض رفتن به مکتب و مدرسه مجبور کارهای شاق هستند. در صورتی که وضعیت اقتصادی در افغانستان بهبود پیدا بکنه، در صورتی که زمین کار و اشتغال به فامیل ها مهیا شد و بدون شک فامیل ها مجبور نخواهند بود تا کودکانشان را به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان به کارهای شاق سوق دهند. امیدوار هستیم که هم حکومت و هم نهادها و سازمان های امداد رسان و حامی کودکان بتانند کمک های مالی به خانواده ها بکنند تا رفتن کودکانشان به کارهای شاق جلوگیری صورت بگیره. متاسفانه که تانوس هم هیچ نهاد و هیچ نهاد حامی کودکان در افغانستان آنچنانی فعال نبوده و کمک های مالی به خانواده ها نکردند تا اینا از رفتن اولادشان به کارهای شاق ممانعت بکنند. از طرف دیگه بیکاری سبب ازی شده که اکثریت فامیلا نتانند مشکلات اقتصادیشان حل بکنند. به اول حال است که اینا بیشتر کوشش کردند تا اطفالشان به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان به کارهای شاق سوق دهند و یا اونا را به کار بگمارند. امیدوار هستیم در قسمت هم حکومت افغانستان و هم سازمان های حامی کودکان اقدامات جدی روی دست بگیرند تا به عوض رفتن کودکان به کارهای شاق اونا به طرف مکتب و مدرسه سوق داده شوند. کودکان در افغانستان در زمینه های آموزش و تحصیل، خدمات صحی و اجتماعی دچار چالش های بسیار فراوانی هستند و در واقع در چنین سنینی نباید آنها مشغول به کارهای شاقه شوند، بلکه صرفاً باید در زمینه های آموزشی و مسائل تفریحی فعالیت داشته باشند. وضعیت کودکان کارگر یکی از مسائل جدی اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشورها است. این کودکان در شرایط سخت و دشوار کار می کنند و از حقوق آموزش و بهداشت محروم هستند. شماری از آگاهان میگویند که کار شاق بالای کودکان تاثیر منفی میگذارد. جنگ و اتفاقات ناگوار اخیر و فقر سازمان یافته در افغانستان سبب شده که هزاران کودک به خیابان ها برند و کار رو بکنند تا امرار معیشت خانواده را فراهم بسازند. در این میان این اطفال در معرض خطر آسیب های جسمی، روحی و روانی مواجه هستند و این آسیب ها میتونند آینده ایشان را به مخاطره بیاندازند. آسیب های جسمی از یک طرف و همچنان آسیب های اجتماعی که اینا از جامعه و مردم دور میشن و بالاخره گوشه‌نشینی میکنن و بالاخره آسیب های روحی روانی سبب میشه که اینا امید بر زندگی نداشته باشن، اینا خود را از دیگران کمتر بدانن و آینده ایشان را در حالی از پا میبینن که تمام از اینا میتونه و آینده اطفال را به مخاطره بیندازه.
مسئولان حکومت سرپرست میگوید که در جریان دو سال گذشته بیش از 62 هزار کودک از کابل و ولایت‌های دیگر جمع‌آوری شده است. از این جمع 27 هزار آن اشخاص مستحق بودند که در کمک‌ها شامل شدند و باقی آنها حرفه‌ای شناخته شده است. خب به او حدی که ادعا میشه که اطفال کارگر از شهر کابل جمع‌آوری شدن، متاسفانه با توجه به وضعیت و آنچه که واقع بینانه به نظر میرسه، این ادعا نمیتونه بیشتر درستی داشته باشه، چون در حال حاضر ما اطفال کارگری بیشتری داریم که در جاده ها و در خیابان های کابل مصروف کارهای شاقه به ویژه کار دست فروشی هستند. اگر کمک های نیادهایی که در زمینه حمایت از کودکان یا اطفال فعالیت میکنن موثریت میداشت، پس باید در سطح کارگری اطفال یک کاهش ویژه می داشتیم و تعداد این اطفال یا آمار این اطفال کاهش پیدا می کرد که متاسفانه پیدا نکرده. انتظار می ده که نیادهای آمی کودکان در این زمینه توجه لازم خود را به خرج بدن تا جلوی کارگری اطفال را بگیرن و در این زمینه حمایت های بالمثل به اطفال ارائه بکنن تا اونها دیگر وا داشتن نشوند که به کارهای شاقه یا کارهای دستفروشی رو بیارن. اینان قهرمانان کوچک شهر هستند که با دستان کوچکشان بار بزرگی را بر دوش میکشند. هر روز در میان گرد و غبار، گرما و سرما با اراده محکم کار میکنند. زندگی اینان باید پر از آموزش و لبخند و بازی باشد، اما ما متاسفانه شاهد زندگی پرچالش اینها هستیم. نورسته فت، تلویزیون یک، کابل. مستند هفته، کارگران کوچک در جاده های پایتخت.